دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید چند روزی سفر بودم حسابی دلم تنگ شده بود برای اینکه ویدیو بذارم و از طریق کامنت ها با شما در ارتباط باشم ولی بالاخره برگشتم با یک ویدیوی جدید این ویدیو درباره تلفظ انگلیسیه چند تا صدای بسیار بسیار مهم زبان انگلیسی رو میخوام بهتون آموزش بدم و اگر دوست داشتید این نوع ویدیوهای آموزشی رو حتما تو قسمت کامنت ها به من بگید که باز هم مثل این ویدیو تولید بکنم <applause> Hello. Okay. How can I help you? So uh, the, my problem is that I want to learn English. So you, do you want to start a beginner's course? So. No, no, no. My grammar oh. is okay. My vocab is okay. okay. Uh, everything is okay. okay. Only American accent. America Because I want to go to America. Oh, okay. Yes. No, I don't like British accent. Oh, so you want to go to the America? Mess, yes. Okay. I've been told you also want to take IELTS test as well. Yes, I want to take IELTS seven. IELTS seven mm -hmm. uh, okay two months. Oh, two, two months. months. Uh, I don't think that's possible. No. You need at least two years to prepare for IELTS okay, test. Okay, okay. It's no yeah. it's not a problem. Two years. No is that no, okay? Okay, okay, okay. Are you sure? Okay. Ah, okay. okay. Two years. So is is your uh, teaching online or present? Face to face. Um, face to face. Yeah. <laughs> face to face. They're face to face. face, face. face yeah. Face. Ha! Yeah, okay. face to face. Okay. 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 Is there anything I can help you with? Ah, no, no. Okay. 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 Thank okay. Thank you. Okay. Thank you. See you tomorrow. Thank you. آقا تقریبا هر کسی که داره زبان انگلیسی رو یاد میگیره دوست داره که لحجه و تلفظش مثل نیتیوهای های اون زبان بشه یعنی مثل اونایی بشه که زبان انگلیسی زبان مادریشونه برای اینکه ما لحجه و تلفظمون نیتیو لایک بشه باید به چند مورد توجه بکنیم و حسابی روشون وقت بذاریم مورد اول تلفظ صداهای زبان انگلیسیه که توی این ویدیو میخوام چند مورد از مهمترین هاش رو بهتون آموزش بدم مورد دوم استرس کلمات مورد سوم استرس جملات مورد چهارم لحن و تن زبانه و مورد پنجم هم کیفیت صداست اینکه صدا از کجامون در بیاد از ته حلق در بیاد یا از داخل بینی این هم خودش یه نکته یه بالاخره حالا از این پنج مورد که گفتم کیفیت صدا تون و لحن و استرس جملات خیلی سخته شما باید خیلی زمان بذارید و در دراز مدت میتونید اینا رو تقویت بکنید اما دو تا چیز هست که شما میتونید در کوتاه مدت و به صورت خودآموز خودتون روش کار بکنید یکی تلفظ صداهای زبان انگلیسیه و دوم استرس کلماته خب بریم سراغ مهمترین و پرکاربردترین صدای زبان انگلیسی که از قضا برای ما فارسی زبان ها هم یه کوچولو همچین بگینگی سخته به این صدا میگن شوا علامتش هم اینه و چند مثال هم براتون میزنم که یاد بگیرید چطور این صدا رو تولید بکنید این صدا استرسی نداره یعنی فشاری روش نیست چند تا مثال براتون میزنم شما سعی کنید بعد از من تکرار بکنید که این صدا یعنی شوا قشنگ براتون جا بیفته about 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 uh. 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 ببینید هیچ فشاری روش نیست و صدا از قفسه سینه من در میاد uh, about about کلمه بعد photography 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 دوباره هیچ فشاری روش نیست ف ف photography کلمه بعد submit submit س su, su. نمیگیم submit submit یا photography photography یا about اینا غلطه اینا تلفظ در واقع فارسیه که با انگلیسی قاطی میشه میگیم about about photography submit submit اگه شما همین صدا رو برای خودتون جا بندازید یک تغییر خیلی محسوسی توی لحچه و تلفظتون ایجاد میشه چند تا مثال دیگه با هم مرور میکنیم tiger تایگر نمیگیم تایگر یا تایگر میگیم تایگر Uh, uh, tiger, misalabat. Corrupt, corrupt, corrupt. Let me corrupt, corrupt, corrupt. Take a look on it. Barichallah. Hola, instead of to Jom, lam hamintur, let's go to the shop. Let's go to the shop. Let's go to the shop. Let me give him you You're there. ت ذ ت ذ صدای شوا یه مثال دیگه تو جمله send me some roses send me some roses نمیگیم send me some roses some some ا uh, ا uh. بدون اینکه زور بزنیم بدون اینکه فشار بیاریم some some بریم سراغ صدای بعدی صدای بعدی که باز ممکنه برای ما فارسی زبانها یه مقداری مشکل ساز بشه صدای ای و ای هست یعنی ای کوتاه و ای بلند ای بلند تو کلماتی مثل بیت ایت فید فیت میت استفاده میشه به طرز تلفظ من دقت کنید من لبام رو میکشم میگم فید فید لبا عقب میره و میکشم فید میت اگه بخوام فارسی تلفظش بکنم باید بگم میت دید ایت ایه کوتاه تو کلماتی مثل بد ات did, بد دد، ات پس به این صدا هم حسابی دقت بکنید چون این هم یه تغییر خیلی مهم و آنی توی تلفظ شما ایجاد میکنه بریم سراغ صدای بعدی ای لبها بسته فک عقب بیت بیت گریت گریت بعد از من تکرار کنید گریت میک 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 لیک لیک میت ریت ریت ببینید فک عقب لبها تقریبا بسته هیت اگه بخوام فارسی بگم و فکم رو به عقب ندم میشه هیت I hate you I hate you I hate you بریم سراغ صدای بعدی که آی بلند یا کشیده است بازم توی فارسی فکر میکنم ما خیلی این صدا رو استفاده نمیکنیم. کنیم اگرم استفاده میکنیم الان حضور ذهن ندارم ولی باز کلماتی که از این صدا استفاده میکنن توی انگلیسی معمولا توسط فارسی زبان ها غلط تلفظ میشن مثلا فارسی زبان ها معمولا میگن father", father این غلطه باید بگید father چون آی بلنده آی کشیده است thought". thought بازم غلطه thought 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 bought I bought it I bought it اینم غلطه bought bought چون آی بلند و آی کشیده است آی بلند و کشیده رو یادتون باشه صدای مهم بعدی که باز تغییر مهمی توی تلفظ شما ایجاد میکنه و برای ما فارسی زبان ها یک کمی مشکل سازه صدای ل هست ل لح انگلیسی left left like liberty liberty اگه بخوام فارسی بگم میگم like 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 liberty یا liberty یا left ولی توی انگلیسی هوا و صدا رو از گوشه های زبان میدیم بیرون میگیم like liberty left 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 ولی تو فارسی میگیم left left به جای اینکه صدا رو از گوشه های زبان بدیم بیرون از بینیون از دماغمون میدیم بیرون left left ولی توی انگلیسی میگیم left left این هم باز نیاز به تمرین خیلی زیاد داره ولی خیلی زود براتون جا میفته وقتی که چند بار کلمه های مختلف رو برای خودتون تکرار بکنید این به صورت اتوماتیک و نهادینه براتون توی زبان ایجاد میشه بریم سراغ صدای بعدی که بازم برای فارسی زبان ها خیلی مشکل سازه صدای و البته اونایی که کرد هستند و بیننده این ویدیو هستند مشکلی ندارن کرد ها و عرب ها یعنی اونایی که حالا زبان عربی زبان مادریشونه زبان اولشونه یا کردی زبان اولشونه با این صدا خیلی مشکلی ندارن و و و مثلا اگه شما کرد باشید از این و استفاده میکنید اگه عرب هم باشید کلمه عربی تو ذهنم نیست ولی از و استفاده میکنید ولی فارسی زبان ها و رو ندارن بنابراین میگن ونت یا واز که غلطه ونت واز وایف ویک وردیکت وردیکت اینجا دیگه شد و پس و و دو تا صدای خیلی مهم very verdict was weak wife خب بریم سراغ گل سرسبد صداهای انگلیسی که برای خیلی از زبونهای مختلف یعنی افرادی که به زبونهای مختلف میخوان انگلیسی رو صحبت بکنن مشکل ساز میشه اگه گفتی چه باری باریکلا صدای ف و The. لازم نیست زبونتون رو خیلی بیرون بیارید نوک زبان بین دو دندان قرار میگیره و میگیم ف th, ف th, th. thought I think this that این دوتا تا صدا هم خیلی به هم شبیهن از این نظر که جای زبون فرقی نمیکنه جای زبون بین دو تا دندونه فقط برای اولی میگیم هوا رو میدیم بیرون برای دومی th". هوا رو با صدا میدیم بیرون The, this that پس I think دیگه نداریم I think I think تمرین کنید کلمات مختلف رو با این صداها تولید بکنید براتون جا میفته و دیگه مشکلی نخواهید داشت خب اینم از ویدیو امروز همونطور که گفتم اگر اینجور ویدیوها رو دوست دارید حتما تو قسمت کامنت به من بگید که من این سری ویدیو رو ادامه بدم یعنی آموزش تلفظ به صورت فنی و تخصصی و خیلی هم راحته به خاطر اینکه اینا چیزایی که شما با تمرین به صورت خودآموز میتونید برای خودتون جا بندازید تا ویدیو بعدی موفق باشید